علیکم، احوالات شریف. دیشب که داشتم روزه های سیدلی واسه ساندیس خورای بارفتر رو موشکافی میکردم، شک نداشتم که تو جوم بازار این هفته هر دایناسوری رو بیارن کار یکش قرقره لاتائلات سیدلیه. همینم شد. علی گدا یه حجت الاسلام گیج و دوله به نام موحدی کرمانی رو فرستاد جلو تا افکار ولایت رو باز نش کنه، یعنی باز نشخار کنه. مردم بالاخره، خاصه مردم متدین و انقلابی، دغدغه هایی دارن. حالا این دغدغه ها بجاست یا بیجا من نمیتونم قضاوت کنم و نه در مقام قضاوت نیستم، ولی دغدغه ها هست. سوالاتی است، آیا ارزش های انقلاب در این مذاکرات حفظ میشود؟ آیا عزت اسلامی مورد توجه به طور کامل قرار میگیرد؟ چقدر امتیاز گرفتیم و چقدر امتیاز دادیم؟ آقا چیزی که اینا خوردن زهر بوده یا گیج حبیب بستنی؟ تو اوضایی که سیدلی داره مهیای کوف کردن باقی جام زهر میشه، تازه تو شیشو بشه که چقدر گرفته چقدر داده. بعد وقت دوره امتیاز گرفتن تمام شده، حالا دور امتیاز دادنه. میگه بابا اون ممه رو لولو برد. میگم سیدلی و نوچه هاش با این جیگرشون بهتر بود جیگرکی راه مینداختن. طرف هنوز دغدغه سیدلی رو نگفته، سری دنده معکوس میکشه که مبادا مذاکره شیکراب بشه. آیا در به کارگیری واژه ها و کلمات در این توافق اون دقت لازم شده؟ مثلا واژه دستیابی و دسترسی، آقایان عنایت دارن، هر کدامی معنای خاص خودشو داره. و بالاخره این آمریکای غدار که شیطان بزرگ است، در این امر هم شیطان بزرگ است. باید دقت بشود مبادا یک چیزی در این زمینه دستاویز کند و بالاخره زحمات هیئت ایرانی آسیب ببیند. ملاحظه فرمودی؟ طرف از رله ترس و وحشت ولی امرش هم میترسه، یه قدم جلو میذاره شیش قدم عقب نشینی میکنه. حالا یه چشمه دیگه از همین قیقاش رفتنا رو هم ملاحظه کنی. مقام معظم رهبری فرمودن گول لبخندها رو نخورید، حواستون جمع باشه. دشمن همینجا لازم میدونم از هیئت ایرانی تشکر کنم. واسه چی تشکر میکنی؟ واسه خوردن گول دشمن یا واسه حواس جمعیشون تو سر کشیدن زهر؟ حالا اگه سوالتون شده که علت این همه زیگزاگ رفتن چیه، موشکاف خدمتتون عرض میکنه. هیچی آقا، این زهری که میخواد عظما کوفت کنه تلخه، میسوزونه. واسه همین میخوان اونو با سس دغدغه و گول نخوردن و این حرفا به خورد بسیجی های ریزشی و بریده بدن. همین زد زیاد.